70% موسیقیدان ها بچه ها هرگز ازدواج نکردند. خیلی جالب، این آمار خیلی بالاست. برای چی؟ به خاطر اینکه به شدت متاسفانه هرزه تشریف داشتن. یکی از دلایل اصلی کاهش عمر همین موسیقی امروز. بتهوون، ریچارد واگنر، دو موسیقیدان معروف و مشهور به خاطر بیماری ضعف اعصاب از خدا طلب مرگ کرد. بتهوون، شوبرت، شومان، نیچه، چهار نفر در اثر جنون و دیوانگی در اواخر عمرشون میمیرند. بتهوون بدبخت من عزیزم، هی میگی واسه گاو تو گاو داری موسیقی میذارن، هی مثال پیدا کردی، هی خودت دوست داری با گاو مقایسه بکنی، این صحیح نیستش. من حالا میخوام یک درجه به تو بیشتر بدم، با شیر و اینجور چیزا مقایسه بکنم. اونی که داره این حرفو میزنه اون گاوداری هم میرسیم البته. در آخر این برنامه برخلاف روال عادی واقع وحش، یعنی حالت عادی هیچ وقت این اتفاق نمیفته، سه شیر فرار کردن، یکی از آنها دستش شکست. زرافا از شدت هیجان تا چندین روز غذا نمیخورد. بدبخت بیچاره هنگ کرده بوده، نمیدونسته چی باید بخوره، نشنیده بوده تا طبیعت، نشنیده از اینجور چیزا دیگه. یوهوی اومدن تبل و سنج و چی و فلان گوپ 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 میشه زدن، هنگ همینجوری مونده نمیخورد. یا آرمان بادن چی بود؟ توتی های سخنگو شروع کردن به فحش دادن به مردم. یعنی اگه چند تا کلمه بلد بود یکیش فحش بده، قبلا سلام هم میکرده، آخر موقع رفتن فحش رو حواله میکرده، فقط فحش رو میداده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. حالا اون عزیزان که و بزرگواران که اخبار ما رو پیگیری میکنن میدونن ما این چند شب چند وقت فقط شابسنگ نباری در سر و کلمون. از ماجرای خلیج فارس شروع کنید، قصه شروع شد و بعد دیگر کشید به فیلمی که مال سال 92 بنده بود، یکی از سلبریتی ها هنرپیشه ها پخش کرد و بعدش ماجرای قصه هایی که با برخی از حوزوی ها پیش اومد و الان هم موسیقی، همه اینا توامان با هم دیگه. و خب من میدونم اینا پشت پردش چیه. بله ببین، دقت بفرمایید که ممکنه حتی یک جایی یک هستم حتما یک جایی انتقادی وارد باشه، خب منتها اون کلمه حقی است که به قول امیرالمومنین اراده باطل پشتشه. این یکی میگفتن ان الحکم الا لله، امیرالمومنین حرف خوبیه، حکم خداست، اما شما دنبال حکم خدا نیستید، اینجا دنبال یه بهانه دیگه اید. خب و اینکه ببینید این صحبت‌های من در مورد موسیقی 12 سال پیش بوده، 1389، 12 سال پیشو بری سخنرانی برداری و با قطعا یعنی برداری تیکه تیکه کنی، اصلا لباس‌های من عوض میشه، کت شلوار من عوض میشه، هر کدوم از بخش‌های مختلف بچسبونی به هم. و یکی از خواننده‌های استوری گذاشت و از اونجا شروع شد و وایرال شد. بعدش که اصلشو برخی از دوستان براشون فرستاده بودن، ایشون دوباره استوری کرد که آقا اونو دیدی اینورم ببینید، خدایش این بنده خدا از موسیقی داره دفاع هم میکنه. چطور من میتونم در مقابل موسیقی بایستم؟ خودم واحد موسیقی دارم، مؤسسه ما واحد موسیقی داره، کلی از موسیقیدانان دفتر ما رفت آمد دارن. خب من علاقه دارم خدمت شما عرض بکنم که خودم پیگیرم، چطور همچین چیز ممکنه؟ من درخواستم اینه، این اولا اینکه این جامعه موسیقی و عزیز ما یه وقت اینا رو میبینه میگه مال 12 سال، خودتو بپرس آقای صحبت 12 سال چی، برای چی، بعد این تو چه شرطی گفته، چی بوده، موضوع چی بوده، قبل و بعد شما میبینیم. خب اونجایی که دارم از موسیقی اصلا من اعتقادم اینه، میگم موسیقی مثل دارو، آب خوردنی هر کسی بره سراغش. چجوری خدمت شما عرض کنم داروساز تولید میکنه؟ موسیقی رو هم باید یک کسی که واقعا فهم موسیقی داره، علم موسیقی داره تولید بکنه. خب این اعتقاد منه و همیشه این. ببین من آدم نیستم مثلا یه خطایی رو ببینم مثلا الکی بخوام کرنش کنم و نمیدونم چی، نه، اما واقعا در مورد موسیقی نگاه هم همینه. خب من تعاریفی که از خیلی از موسیقی دانا کردم هستش همین الان، اینها رو هم در واقع ببین. و همیشه خودتون بپرسید آخه چرا حرف 12 سال پیش الان بدم مثلا یه عزیز فهمیدم که حالا یا عذرخواهی میکنی یا من استعفا میدم. خب بابت حرف 12 سال پیش الان مثلا میخواد استعفا بده. اولا اگر واقعا این که من باک از عذرخواهی که ندارم که، اما به این فکر کنید اگر کسی موجب آزرده خاطری شده من عذرخواهی میکنم که نه درد داره نه مشکلی داره، اصلا چیزی پیچیده سختی هم نیستش. اما به این فکر بکنید دقیقاً دو برهه‌ای که بخشی از حوزوی ها، هیئتی ها، لیبرال ها، سلبریتی ها، بعد یه قصه موسیقی دوباره میاد بالا. خب اینا بابا ببین اینا نگاه کنید عزیز من، یه 20-30 تا کلیپ از من دارن، اینا رو هی هر سال اینا رو میچرخونن، رایفور اینجا گفته بده فلان، رایفور گفته اینجا به همان. خب من که نمیگم خطا ندارم، همه خطا دارن، اما به این دقت بفرمایید، به خدا این زومی که روی بنده هست خب رو هیچ کسی است.
ببینید شما ممکنه از من خوشتون نیاد، مشکل سیاسی داشته باشید، اما اینو بفهمید تو زمین دو